Боз як иқдоми наврӯзӣ аз мағозаи молҳои техникӣ беҳтарин. Анакнун шумо метавонед бо шиносномаи миллӣ, ИНН ва корти салом тамоми таҷҳизотҳои техникиро ба монанди мошинаҳои ҷӯмшӯӣ, телевизорҳои плазмавӣ, чангкашак, тафдон, яхдон, кондиционер аз брендҳои ҷаҳонӣ танҳо аз мағозаи беҳтарин бо кафолати 3 сола дастрас намоед. Бар замин ин, агар шумо якчанд техникаро харидорӣ намоед, тӯҳфаи идона насиби шумост. Наврӯзи оламафрӯзро бо мағозаи молҳои техникии беҳтарин пешвоз мегирем. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ, паҳлӯи филологияи тоҷик. Телефон барои тамос 92-730-77-70 ва 92-779-90-60. Мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Беҳтаринҳо инҷост. Бинандагони арҷуманд, салом. Барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои ҷиноятӣ манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Морухсор Таваллозода. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. Муносибати маҳрамона ва қатли ҷавони 22 сола аз ҷониби маъшуқа. Кисабурӣ дар воситаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ. شرحین و دیگر خبر و گزارش ها در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. از حیات محروم کردن انسان از بدترین و وزنین‌ترین کردار جنایتی به حساب رفته، جوابگاری سنگین را در پی دارد. خیلی تأسف‌آور است که اگر این کردار از جانب زن مادر انجام داده شود. جنایت کشتاری که سنه 11 مارس سال روان در ناحیه همدانی ولایت ختلان صادر گردید و به طور فوری از جانب کارمندان میلیسیا آشکار کرده شد، از جانب یک نفر جوان زن صادر کرده شده است. حادثه جنایت در زمینه مناقشه جوان زن و جوان 22 ساله که مناسبت محرمانه داشتند صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانمون. زنان و بانوان را اولیهای حسن و زیبایی گفتند، زیرا پرصبری، عفت و پاکی و آداب و اخلاقی حمیده خاص جوان دختران می باشد. اما در جامعه برابر چنین بانوان خوش اخلاق هستند نفرانی که به نام زن مادر اسناد می آورند. فریب و نیرنگ، انجام عملهای ناپاک، صحبت های کوتاهی تلفنی، عشق ورزی، محبت، سری تهدید و زورآوری باعث ناامیدی در زندگی بعضی از جوانان گردیده است. سورامی فیضالله سالی تولدش 1993 زاده و استقامت کننده ناحیه واسه دهه مهرآباد که در سراغه ناحیه میرسعید علی همدانی کوچه اسماعیل سامانی خانه رقم 2 حجره 11 همچون اجارهنشین زندگی میکرد. در ماه آگوست سال 2020 با شهروند طلب و غفورجان میرزایویچ سالی تولدش 1999 زاده و استقامت کننده ناحیه میرسعید علی همدانی کوچه سعدی خانه رقم 10 حجره 5 شناس شده. از همون وقت تا این جانب با آن مناسبت های محرمانه می نماید. سورامی فیضالله از این مناسبت های محرمانه که در حامله‌داری 6 هفته‌اینه قرار داشت، سحری بر وقت روز 11 مارس به طلب و غفورجان خبر می دهد. در این اسناد برای تولد و یا حمل کودکی در بطن بوده، بین سورامی فیضالله و طلب و غفورجان در منزل استقامتی اجاروی سورامی فیضالله که واقع در ناحیه میرسعید علی همدانی بود، جنگ و جنجال می نمایند که در جریان جنگ و جنجال سورامی فیضالله با مقصد از حیات محروم ساختنی طلب و غفورجان کرد خواجگی‌داری را گرفته، قصداً به قسمت قفس سینه از طرف چپ طلب و غفورجان 3 مرتبه ضربه میزند که از ضربه های کرد گرفته نام برده در جای حادثه به هلاکت میرسد. نو با ست شرایط و امکانات موجوده جهت آموزش و از بر نمودن کسب و هنر برخی جوانان به عمل و کردارهای خلاف قانون دست زده برای به دست آوردن منفیت روحهای نادرست زندگی را انتخاب می نمایند. کارمندان ریاست کافتکاوی جنایتی وزارت کارهای داخلی جنایت دزدی را آشکار نمودند که 2 نفر جوان در داخل واسطه های نقلیات جمعیتی با روح کسبوری و دزدی تلفن های موبیلی شهروندان مشغول بودند. ضمن دوری نمودن چرابین های اپراتیوی نظرف کرامتلو دودربکویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده جماعت دهات پختکور شهر کلوب دستگیر گردید. همسلک او قندکوف اسامیدین جمعبکویچ سال تولدش 1997 استقامت کننده شهر بختر عین زمان در کافتکوی جنایتی قرار دارد و به حالت جای داشته کارهای تفتیشاتی براه مانده شده است.
برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی ادامه دارد. جمعیت دارای مسئولیت محدود ملک پروری در شهر لیوکان هدف دزدی قرار گرفت. ضمن دایر نمودن چورابین های اپراتیوی دو نفر گمانبر از جانب کارمندان میلیسیا بازداشت گردیدند. معین گردید که بازداشت شدگان در دیگر حالت های صادر کردن جنایت دزدی نیز دست دارند. گزارش همکارمان افق قادریان در این خصوص. در نتیجه گزاراندن چورابینی اپراتیوی جستجویی با کارمندان میلیسیا شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر لیوکان میسر گشت که شخصیت گمانبران این حالت های دزدی را آشکار نموده با کردارهای غیر قانونی آنها خاتمه گذارند. این دو نفر از ساکنان شهر مذکور چیلایف عبدالصمد سال تولدش 1995 و شریپوف ایلهام سال تولدش 1997 که پیش دو مرتبه با ماده های 244 و 237 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. در رفتی تفتیشات معین کرده شد که این دو نفر با جمعیت دارای مسئولیتش محدودی مرغ پروری همین شهر با راهی پنهانی در آمده از آنجا 6 عدد دستگاه ها را دزدیده از جای حادثه غیب زدند که ضرری رسانیده شده 27,000 سامانی را تشکیل می دهد. این چنین چیلایف با شریپوف غیر قانونی وارد منزل های استقامتی شهروندان شهر لیوکان گشته از آنجا کامیره های مشاهدوی، مواد های غذایی از قبیل آرد، گندم، کابل های دو تاره میدی را به یغما بردند که ضرری رسانیدهشان به ساکنان 40,000 سامانی را تشکیل می دهد. هفته سپر شده میلیسیای پایتخت در نتیجه گزاراندن چورابین های مقصدناک در نقطه های کلیه معاین نمودند که یک قطار جوانان و نورسان در چنین نقطه ها جمع آمده به استعمال دست جمعانه کلیان مشغولند. سراجدین شکوری وابسته به ضرر و زیان آن گزارش می دهد. موفقی خلاصه طبیبان نفر استعمال کننده کلیان در مدت یک ساعت استفاده بی‌تنفس نسبت به نفر سیگارکش از حتی 200 مرتبه بیشتر دود را به ارگانیسم خود وارد می گرداند که این عامل به سلامتی انسان از جمله شوش و رگ عضو های خونگرد ضرر نهایت وزین و زیان‌آور دارد. مخصوصا به نابالغان که به چنین نقطه های کلیان رفته دست جمعانه به استعمال آن مشغول می شوند ضرری بیشتر می رساند. وابسته به این با درک ضرر و عاقبت های دهشت آور استعمال و کشیدن کلیان کارمندان میلیسیای پایتخت به طور همیشگی در حدود شهر دوشنبه رید و عملیات های پیشگیری کننده و کارهای فهماندهی را برگزار می نمایند. از جمله هفته سپری شده در نتیجه گزاراندن عملیات پرفلکتیکی و سنجشی در نقطه های کلیان معین گردید که یک قطار جوانان در چنین نقطه ها جمع آمده به استعمال دست جمعانه آن مشغول می شوند. طبق خلاصه طبیبان استفاده پیوسته چیلیم به اصطلاح کلیان شخص را به بیماری های سرطانی شوش، خلالدار شدن فونکسیه های شوش، بیماری های دل و نهایت به نسلی مبتلا نموده پی در پی استفاده نمودن آن انسان را وابسته و پایبندی خود میگرداند. همزمان نه تنها نفر استفاده برنده بلکه آن نفرانی که در چنین اتاقهای تنگ و پر از دود حضور دارند از دود کلیان ضرری بیشتر میبینند. استفاده بری دست جمعانه کلیان تا حد خطرناک است که بیماری ها و ویروس های سیرویتی مخصوصا ویروس گپاتیت میتواند از یک نفر به دیگران سیرویت نماید. کارمندان میلیسیای پایتخت ضمن گزاراندن رید و عملیات های سنجشی با جوانان و آن نفرانی که در چنین نقطه ها حضور داشتند دایر به ضرر و عاقبت های دهشت آور استعمال کلیان صحبت و کارهای فهماندهی گزاراندند. عامل های ذکر گردیده هر یکی ما را وادار می سازد تا پیش از استفاده آن جهت سلامتی خود اندیشه نماییم. روز تا روز شرایط و امکانات ها برای سربازان قسم های نظامی بهتر گردیده. سربازان با استفاده از امکانات های موجوده در برابر مشغول شدن به تمرین و مشق های تاکتیکی و آموزش کسب و هنرهای گوناگون مشغول می باشند. خدمت در صف قواوی مسلح، مکتبی مردانگی و قرض وجدانی هر یک جوانی سوی وطن محسوب یافته، این درس مردانگی جهتی به کمال رسیدن شخص و به تنومند و صاحب کسب شدن آن مساعدت میکند. امروز جوانان فعال کشور حمایه مرز و بوم وطن را برای خود شرف می دانند و با در نظر داشت این مفهوم سال تا سال شماره نفرانی که با اختیار خود به خدمت سفر بر می گردند می افزاید. مورد ذکر است که شرایط خدمت در قسمای نظامی نسبت به چند سال قبل به کلی فرق می کند.
برای سربازان جهت آموزش علم و دانش مشغول شدن به نمودهای گوناگون ورزش آموختن کسب و هنرهای گوناگون امکانات شرایط مساعد فراهم آورده شده است. هنر دولت است پاینده و چشمه است زاینده. هنرمند هر جور رود قدر بیند و در صدر نشیند. به هنر لقمه جوید و خوری بیند. با در نظر داشت این مفهوم در قسمه نظامی وزارت کارهای داخلی آموزش کسب و هنرهای گوناگون به راه مانده شده است. سربازان در وقتهای برای خود مناسب با آموزش هنرهای کفشرگری، دوریدگری، کندکاری مشغول هستند. روز تا روز هنرآموزی در قسم نظامی رونق گرفته، سربازان متخصصی خوب گردیده استودند. چطوری که شما در نوار میبینید، این لحظه متخصصان با آماده کردن کرسی های نشست مشغول هستند. کرسی ها برای خود سربازان لازم است و آنها برای استفاده خود کرسی میسازند. با تشبسی رهبریت وزارت کارهای داخلی در قسمه نظامی رئیسیت وزارت کارهای داخلی وزارت با جلب نمایندگان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی همه ساله کورس‌های کوتاه‌مدت کسب آموزی راه اندازی می‌گردد. بعد از ختم کورس‌های کوتاه‌مدت سربازان با شهادتنامه مخصوصی تخصصی تامین گردیده با روبلدی هنرمندان ورزیده هنری خود را صیقل می‌دهند. در قسم نظامی 3502 رئیسیت قشنهای داخلی وزارت کارهای داخلی ضمن بازدید معین گردید که سربازان با آماده نمودن کرسی مشغول می‌باشند. کرسی‌های آماده نموده آنها در دیگر قسم‌های نظامی وزارت کارهای داخلی استفاده برده می‌شود. من گدایف عزیز می‌باشم، استاد و آموزگار سربازان قشنهای داخلی وزارت کارهای داخلی. عین زمان ما با سربازان تصمیم گرفتیم که از زمین کرسی‌ها سازیم برای خود سربازان. چنانه که شما خودتون می‌بینید، سربازان از عهده کار برآمده ایستادند و سربازانی که به استخوانه قسم حربی ما می‌آیند برای آموختن کسب با یک شوق بلند کار میکنند، هنر را از خود میکنند. بعد از ادا شدن خدمتشان میتوانند که مستقلانه رفته در کارخانه ها کار و فعالیت کنند. با راهنمایی هنرمندان چیره‌دست همزمان سربازان در قسم نظامی مذکور با آموزش نازکی های هنری کندکاری مشغول میباشند. محصول دست سربازان از آن شهادت میدهد که الکی در این سمت خود آنها هنرمند گردیدند. من سرباز قطاره بابایف امیرخان، در این زمان من در قسم نظامی حربی 3502 در ریاست قشنهای داخلی وزارت کارهای داخلی خدمت کرده ایستادم. تلی یک سال شد من در دوام خدمتم هر گونه کسب‌ها رو آموخته ایستادم. در اینجا کسب‌های کندکاری به من پسند آمد و من حالا در اینجا کسب کندکاری رو آموخته ایستادم. این مسئول دست ما هست. ما در این دری خونه می شود و ما این رو کندکاری کردیم و ما نازکای همین کسب ها رو آموخته ایستادیم در این زمان. در برابر این در قسمه نظامی وزارت کارهای داخلی هنرهای ساختمانچی، دوریدگری، تعمیرگران محرک های نقلیات ها و کفشرگری براه مانده شده است. مقصد از براه ماندن کورس‌های مخصوصی آموزشی در برابر صاحب کسب نمودن نسل جوان و از خود کردن هنرهای اصیل ملی با جلب استادهای ماهر، همچنین در ضمیر آنها بیدار نمودن حسی خودشناسی می باشد. همزمان سربازان بعد از انجام خدمت مادر وطن صاحب کسب هنری معین گردیده می توانند این هنر را منبع پیشبردی روزگاری خود قرار دهند. حجت سپور به مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای داخل شدن به مؤسسه های عالی کشور که توسط شناسنامه صورت میگیرد با مرام ادامه دارد. با مقصد سری وقت تامین نمودن ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی با شناسنامه شهروندی جمهوری تاجیکستان با تشبث رهبریت وزارت کارهای داخلی، مسئولین خدمات شناسنامه‌ای و بقیدگیری با مؤسسه های تعلیمی سفر برگردیده ختم کنندگان را با شناسنامه تامین نموده ایستادند. همکارانمان در این خصوص گزارش آماده نمودند.
با مقصد خدمت رسانی با صفت به اهالی و سری وقت قانع کردن طلبات شهروندان برای گرفتن حجت اساسی تصدیق کننده شخصیت و شهروندی شناسنامه با سپارش رهبریت وزارت کارهای داخلی کارمندان خدمات شناسنامویی به قیدگیری وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه های کشور در برابر فراهم آوردن شرایط مساعد خدمت رسانی مسئولین کارهای ترغیباتی را پرزور نموده ایستادند. یکی از تشبث‌های جدید که امروز با دستور رهبریت خدمات شناسنامویی به قیدگیری وزارت کارهای داخلی کارمندان این نهاد در منطقه ها راه اندازی کرده ایستادند، این جهت گرفتن شناسنامه بنابت قبول دسته جمعانه خوانندگان مؤسسه های تعلیمی و بعد تهیه شناسنامه در وضعیت تنتنوی سپردن حجت اساسی به صاحبان آن میباشد. ناظران خدمات شناسنامه‌ای با قیدگیری به مؤسسه های تعلیمی تشریف آورده با خوانندگان صنف های بالایی که به سن 16 سالگی رسیده باری اول شناسنامه میگیرند، ترتیب حجت گذاری برای صاحب شدن به شناسنامه ملی را میفهمانند. هفته روان گروهی مرکزی مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغ در همین گونه یک مراسم صاحب شدن خوانندگان مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 10 در ناحیه جبار رسولوف به شناسنامه شرکت ورزیدند. در نتیجه کاربری این بخش 36 نفر خوانندگان مکتب مذکور سند اساسی را که شخصیت شهروندی جمهوری تاجیکستان را تصدیق می‌نماید به دست گرفتند. همزمان مسئولین خدمات شناسنامه‌ای در ولایت سو با خوانندگان گیمنازیه رقم 24 مرکز ماموری ولایت و با مؤسسین مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی رقم 4 شهر بوستان و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 ناحیه بوباجان غفوروف همزمان با طالب علمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 شهر گلستان کارهای فهماندهی گذرانده وابسته به عهده‌داری هر یک شهروند جهت گرفتن شناسنامه و ماهیت این حجت اساسی معلومات داده همزمان در وضعیت تنتنایی با آنها شناسنامه شهروندی تق کرده شد. مورد قید است که با تشبث رهبریت خدمات شناسنامه‌ای به قیدگیری وزارت کارهای داخلی قسم زیادی خوانندگان صنف 11 مؤسسه‌های تعلیمی در شهر و ناحیه‌های کشور علاقه صاحب شناسنامه گشتند و همچون داوطلب هنگام حجت‌سپاری به مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که فعالیتش از 1 مارت آغاز گردید با مشکلی روبرو نمی‌شوند. این بود اون خبر گزارش هایی که از جانب کارمندان مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی آماده گردید و پیشکش شما نمودیم. خیر تا برنامه های دیگر سربلند و خوش بمانید.